همچنین دلار در تاجیکستان. بانک های تاجیکستان از انتقال مبلغ های مهاجران منفعت میبرد. شعبه مخصوصی فسب دو شهروند تاجیکستان را به قتل رساند. روزهای آخر در تاجیکستان کمچینی دلار مشاهده کرده می شود. وضعیت تا جایی رسیده است که مردم نزدی بانک ها در نوبت نیستند. چطوری که رادیو آزادی می نویسد، سنه 28 می در نزدی شعبه کاز کامرس بانک در شهری دوشنبه زیاد از 40 نفر ساکنان محلی با مقصد خریداری نمودن اسعار آمریکایی جمع شدند. مردم ساعت 3-4 شب آمده در نزدی بانک نوبت می گیرند. امروز من پس از نماز بامداد آمدم، ولی با دست خالی برمیگردم، چون که علاقه دلار تمام شده است. اظهار نمود ساکن محلی که میخواست دلار خریداری نماید. مشکلی خریداری نمودن دلار پیشتر نیز مشاهده کرده میشد، ولی تا دو هفته آخر وضعیت خیلی تیزتون گردید. در بانک های کشور شخص میتواند نکم از 200 دلار خریداری نماید. نیپرایلن اپرالیالی اکتیومی، نیپرایلن ودوالی кредити без анализов без در نوبت خود بانک ملی تاجیکستان سبب اساسی بحران بازار اسعار را پنهان نموده، با بهانه افزایش طلبات به دلار، با افزایش موسم استحصالات و فعالیت صاحبکاری در موسم بهار وابسته است، گویان تلقین می نماید. کم که دلار نیست، پیشتر در هر جا این پوم بود که حلش کردن، حاضر در جوش حلش میکنه، فقط در بانک. بانک های تاجیکستان از حساب انتقال مبلغ های مهاجران مهنتی آید گذرانیدن عملیات انتقال مبلغ پول کار میکنند. در این خصوص آژانس اطلاعاتی آسیا پلوس اطلاع میدهد. با قرار بانک ملی تاجیکستان از ماه فوریه سال 2016 همه مبلغ های انتقال شده در روبل روسی بدون کشادن حساب بانکی تنها با اسعار ملی یعنی سامانه داده میشود. در نتیجه بانک ها به طور اوتوماتیکی مبادله کرده به صاحب مبلغ پول را در سامانی با نرخ ارزان پرداخت میکند. مثلا در شعبه انتقال مبلغ های بانک دولتی امانت بانک از 21 می یک روبل روسی برابر به 0.145 سامانی مبادله کرده میشد، یعنی به صاحبان مبلغ بر عوض 1000 روبل روسی 145 سامانی پرداخت کرده میشد. در عین زمان در نقطه مبادله اسعار همین بانک نرخ یک روبل روسی 0.148 سومانی 1000 روبل باشد 148 سومانی را تشکیل میکند. همین طور بانک از هر 1000 روبل روسی به اساس 3 سومانی بازداشت مینماید. باید قید نمود که گردش سالانه انتقال مبلغ های مهاجران مهنتی 12 میلیارد روبل را تشکیل میکند. از همین حساب 36 میلیون سومانی یعنی 3.6 میلیون دلار را بانک های تاجیکستان در نرخ اسعار از انتقال مهاجران کار میکند. با این بانک ملی تاجیکستان با قرار خود از سال 2016 جیب های مهاجران را به یکی از منبع های منفعت بانک های تاجیکستان تبدیل میدهد. جنگ برای پلگیری داد باید جای در ولایت ولادیمیر فدراسیون روسیه کارکن شعبه مخصوصی فسب طبق معلومات احتمالی دو شهروند تاجیکستان را با سلاح آتشفشان کشته است. در سامانه کمیته ضد تروریستی ملی گفته شده است که گویا کشته شدگان تاجیک نقشه داشتند عملیات های تروریستی گذرانند. عملیات بی‌ضررگردانی سنه 22 می طبق نقشه استانداردی برگزار گردید. بیگاهی کارمندان مخصوص به خانه ای که شهروندان تاجیکستان میزیستند زده در آمدند. در حال ساکنان را کشتند. سپس کمیته ضد تروریستی ملی ابراز نمود که گویا شخصان مذکور برای عملیات تروریستی تیاری میبینند و در منزل استقامت آنها لوازمات جنگی و ادبیات های اسلامی یافت گردیده است. دیگر معلومات آید عملیات مخصوص چیزی گفته نشده است. چطوری که به خبرنگاران همسایه یکی از کشته شدگان نقل نمود، او شهروند تاجیکستان بود و 3 فرزند داشت. اینچنین ساکنان محلی به خبرنگاران گفتند کشته شدگان حیات آسایشته می بردند، ولی خدمات های روسی آنها را همچون تروریست نمایش دادند. در سفارتخانه تاجیکستان شهر مسکو تصدیق نمودند که
вақтҳои охир дар Русия парвандаҳои оид ба терроризм ва экстремизм нисбати шаҳрвандони Тоҷикистон афзоиш ёфта истодааст. Дело было в Чеховском районе, вот договор о оказании медицинской услуги платный. Ба қидаи ҳимоятгарони ҳуқуқ, муҳоҷирони меҳнатӣ ва шаҳрвандони кишварҳои Осиёи Марказӣ зуд-зуд қурбониҳои парвандаҳои бофташуда аз ҷониби хадамотҳои махсуси русӣ гардида, ки охирин дар амалиётҳои махсуси сохтаи зидди террористӣ хадамотҳои махсус чандин инсонҳои бегуноҳро ба қатл мерасонанд. Вооружённых лиц, планирувших совершить террористический акт.